خیلی خوب، راجع به این آزمون های همگرایی صحبت میکردیم. بسیاری از این آزمون ها برای سری هاییست که مثبت هن یا غیر منفی هن، به این دلیل که حالا بعدا خواهیم دید که سری هایی که مثبت نباشن همشون یه جوری میشه در مورد اگه همه علامت های منفیش بکنید مثبت و همگرا بشه میتونید نتیجه بگید اونا هم مثبت هن، اونا هم همگران. و بعد خوبی از سری هایی که مثبت اینه که از یه طرف شما خیالتون راحته، اینا نمیتونه یه دفعه بره به منهای بی‌نهایت، اقلا از یه طرفش بسته است، از طرف دیگه بررسیش به حال بعضی چیزا رو نمیشه غیر این کرد دیگه. ببین ما یکی دو تا آزمون داشتیم، آزمون انتگرال داشتیم، آزمون مقایسه داشتیم، بعد چیزای مختلفی میشه مطرح کرد. یه اشکال اینه که آدم اگه خیلی راجع به این چیزا بگه افراد گیج میشن، نمیدونم که چقدر با چه کلیتی اینا رو بگه. اگر شما به روش هایی که اینها ثابت میشن توجه بکنید بهتره، به خاطر اینکه در شرایط خاص میتونید تطبیقش بدید با مسئله‌ای که دارید. عیناً ممکنه شرایط برقرار نباشه ولی همون استدلال بتونید به کار ببرید یه چیزی رو برقرار کنید. واسه اینه که با یاد هر کدوم این رو به چند صورت میشه بیان کرد، گاهی وقتا آدم یادش نمیمونه. حالا بذارید پس مثلا دو یه چیز دیگر بگیم. ما مقایسه کردیم دفعه پیش، مثلا دو تا سری رو مقایسه میکردیم، یکی کوچیکتر از روی یکی بود. سوال اینه که اگه نسبت اینا رو در نظر بگیریم چی میتونیم بگیم؟ این هم میتونیم یه چیزی بگیم، اینو بهش میگن مقایسه نسبت. ولی کلمه مقایسه یادتون باشه، چون بعدا یه چیز دیگه داریم آزمون نسبت که با این فرق داره، برابر این کلمه مقایسه یادتون باشه. مقایسه نسبت، حالا من زیادم اعتقادی ندارم که اصلا آدم اینو بگه، به خاطر اینکه اینو میشه نتیجه گرفت از اون یه مقایسه دیگه، فقط ممکنه ذهنتون رو شلوغ بکنه. ولی بذار من همینطوری ایدهشو بگم. فرض کنید دو تا سری داریم دوباره، اینا باشن دو سری که مثلا هم آن ها مثبتن و هم بن ها. حالا در یه حالتی آن ما میتونیم بگیریم، مثلا آن میتونیم بگیم بزرگتر یا مساوی است، بن رو بگیم اکیداً بزرگتر است، چون میخوام نسبت اینا رو در نظر بگیریم. اون که میاد تو مخرج اکیداً بزرگتر است میگیره. خب ببینید چی میشه جریان. اگر که مثلا من بذار با استدلال شروع کنم، راحت تر آدم میتونه بعد میبینه که چند جور نتیجه گیری میتونه در موردش بکنه. مثلا نگاه کنید، فرض کنید ما میایم این نسبت آن به ان رو در نظر بگیریم و فرض کنید که این نسبت همواره از یه عدد ثابتی کوچکتر یا مساوی باشه. فرض کنید این باشه ام، این برقرار باشه برای هر انی، یا بگیم برای هر اینی بعد از یه مرحله، برای هر این که مثلا از یه مرحله به بعد که از یه این خاص از یه جایی به بعد، مثلا بعد از هزار همیشه آن تقسیم بر به این کوچکتر از این باشه. خب حالا من چی میتونم بگم؟ ببین تو ذهنتو این باشه، من میتونم بگم که اگر سری BN همگرا بشه سری AN هم همگرا میشه. اگر این همگرا باشه آنگاه اینم هم همگرا میشه. چرا؟ ببین همینجا نگاه کنید، چون که اینو اگه طرفین وستین بکنین چی میشه؟ طرفین وستین بکنین، بذار این اثباتش در واقع دو یک کلمه، اگه طرفین وستین بکنین میشه یه همچین چیزی. خب این داره میگه که از یه مرحله به بعد همیشه آن کوچکتر از ام ضرب در به ام، یه عدد ثابته. شما میدونید که اگه یه سری همگرا بود همه جملات در یه ثابت ضرب بکنین، باز به همون این آخر ساعت هم گفتیم اونم همگرا میشه. خب اگه این همگرا باشه، اینا همگرا باشه از اون مرحله ان بزرگ به بعد، خب اینا هم همگرا میشن دیگه در مقایسه قبلی، بنابراین یه همچین چیزی هست. حالا اینو باز میتونید به صورت‌های مختلف، این یه صورتش
یه صورت دیگه‌اش این است که مثلا شما میان حد این در نظر میگیرن، میگن حد این یه عددی باشه بی‌نهایت نشه، و همگراست. خب آره، اونم باز نتیجه همینه. چون ببینید اگه که حد این وجود داشته باشه، فرض کنید حد این وجود ممکن اصلا حد وجود نداشته باشه بتونی حرفا رو بزنی، ولی اگر مثلا بعضی به این صورت می‌نویسه اگه حدش وجود داشت و اینم یه عدد واقعی بود، بی‌نهایت نبود به اصطلاح، باز همین نتیجه گیری میتونید بکنید. چرا؟ چون که اگه این حد وجود داشته باشه، شما میتونید بگید که از یه جایی به بعد آن ها حتما کوچکتر یه مساوی به ان ضرب ال به علاوه یک هم دیگه، یه چیزی بزرگتر از حد بگیرید، مثلا ال به علاوه یک. خب میتونید بگید که اگه این حد این بشه ال، وقتی ان خیلی بزرگ بشه از یه مرحله به بعد همه اینا از ال به علاوه یک کوچکتره، اون امتون رو بگیرید ال به علاوه یک، وقت باز دوباره همون برقرار میشه. یعنی این ایده اثباتیاتتون باشه دیگه لازم نیست باز میشه صورتهای دیگه نوشه، هزار یک صورت میشه این آزمون نسبت مقایسه نسبت نوشه، ولی ایده همینه که یه طرف این وسطن بکنید یه مقایسه بکنید، چیزی خاصی نیست. همینطور مقایسه دیگه اینا فقط اینه که بدونید لازم نیست همه این چیزها رو حفظ کنید، صورت‌های مختلفه، فقط ایده‌شو بدونید واقعا پیش که میاد میتونید خودتون تطبیق بدید با وضعیت. حالا برعکسش چی؟ در مورد واگرایی چی؟ خب در مورد واگرایی چی؟ تحت چه شرایطی میتونیم بگیم که مثلا یکیشون واگرا میشه، مثلا اون یکی از واگرایی یکیشون نتیجه. اینجا ما از همگرایی بی ان نتیجه گرفتیم که اون یکی چیه؟ اون یکی هم همگرا میشه. خب حالا باز چند جور هست، مثلا اینا چند صورت میتونن اینا بنویسن. بذار یکی از صورتایی که من اینجا نوشتم براتون بگم که یه صورتی که خیلی ساده بود اما اقسام جورها میشه نوشت. فرض کنید که به این شکل باشه، فرض کنید دوباره این دفعه برعکسش بکنیم به این شکل. من فهم کنم این شکلی که میخوام بگم الان راحت ترین شکل باشه، یعنی موثرترین شکل باشه یاد موندن از این نظر که همه حالت خاصی اینه. فرض کن یه عددی داری اکیداً بزرگتر از صفر، حالا میخوای این دفعه ام مثلا ام کوچیک بگیریم، چون اون دفعه ام یه عدد بگیریم، و فرض کنید که مثلا این دفعه نسبت ها همشون بزرگتر یا مساوی امن برای مثلا ان بعد از یه مرحله، این همون چیز بگیریم برای هر ان که مثلا این از یه مرحله بگذره، این از یه مرحله خاصی بگذره. خب حالا چی میتونی بگی؟ حالا میتونی به عکس اینو ببین، بگی که اگر بی ان ها واگرا باشه آنگاه اینم واگرا میشه. چرا؟ ببین باز دوباره همون ایده طرف وسطه نبود. ببین این شما میتونید بگید بعد از این مرحله حتما دارید آن بزرگتر یا مساوی ام کوچیک ضرب در بی. خب حالا سری بی ان ها، مجموع بی ان ها میل میکنه به بی نهایت. اینه به بی وقتی واگرا میشه اینجا میل میکنه به بی نهایت، چون اینا همه مثبت واگرایی، یعنی که مجموعش بیکران بشه میل کنه به بی‌نهایت. خب وقت در یه عدد ثابت هم که ضرب بشه باز میل میکنه به بی‌نهایت دیگه. خب اینم که از این بزرگتره، پس مجموع اینا میل میکنه به بی‌نهایت. چیز خاصی نیست، یعنی اصلا تو ذهنتون وقتی دو تا چیز دید، اگه دیدی یه چیز رو با یه چیز دیگه راحت میشه نسبتش رو مقایسه کرد، میتونی نتیجه گیری کنی. گاهی وقتا اینو به صورت دیگه هم می‌نویسم، میگن میام حد اینو در نظر میگیریم، اگر حد این مثلا بشه یه عددی بزرگتر از صفر، خب اگه حد این شد یه عددی بزرگتر از صفر حتما یه عددی بین اون حد و صفر وجود داره، پس همه اینا میشن بزرگتر یا مساوی اون عدد. حالا اون میشه باز حالت خاصه، این لازم نیست آدم همه این چیزا رو حفظ بشه. ولی اینا مثلا توی چیزای مثلا فرض کنید که به شما یه عبارت عجیب غریبی بدن، مثلا 4 n به توان 7 منهای 3 n به توان 4 به علاوه 2 n 3
به علاوه این منهای 16 فرض کنیم این باشه مثلا یه چیزی، بعد یکی دیگه باشه این تقسیم بر مثلا فرض کنید 2N8 منهای 4N5 به علاوه 13 مثلا. میخوام بگن که سری اینو در نظر بگیرید، این از مثلا حالا من نمیم یعنی اینجا مخرج صفر نشه از چند شروع کنیم، از مثلا 12 یا چیزی یه جایی مثلا یه همچین چیزی به شما فرض کن بده، بگن که تعیین کنید که این سری همگراست یا واگراست. خب این قطعا معلومه که یه بازی هست که اینو سادهش میکنه دیگه. شما نگاه میکنید چه چیزی اینجا مهمه؟ واقعا چیزی که اینجا مهمه این است که اینجا توان وقتی n بزرگ میشه، چیزی که مؤثر اینجا n به توان 7 است که اینجا غالبه، اینجا هم n به توان 8 است، اختلاف این دوتا هم یک عددی، یعنی این باید یه چیز شبیه یک انام باشه. مثلا شما کاری که میکنید این جمله رو در نظر بگیرید، مثلا اسم اینو بذارید an، اصلا دیگه لازم نیست جزئیاتش هم کاری داشته باشید، بیاید مقایسه بکنید با یه سری bn که اون هم میخواد از 12 شروع کنیم، عیبی نداره از 12 تا بی نهایت که bn باشه مثلا یک انام. خب این دوتا رو با هم مقایسه کنید ببینید چه جوری میشه. خب نسبت اینا رو بگیرید چی میشه؟ an تقسیم بر bn an تقسیم بر bn که بگیرید، خب اینو باید تقسیم بر یک انوم بکنید، یک انوم میره تو صورت میشه 4n8 درسته؟ پس این مثلا میشه یه چیزی مثل 4n8 به علاوه یه چیزایی، این یکی میشه 2N8 به علاوه یه چیز درجه پایین تر، درسته؟ خب شما میدونید که حد این وقتی که N میل بکنه به بی نهایت میشه 2، درسته؟ خب احساستون اینه که این سری باید با یک انوم شبیه باشه، یک انوم هم واگراست، مجموع یک انوم، درسته؟ بخواید یه جور ثابت کنید این واگراست، باید بگید این از یه عددی که بزرگتر از صفر همواره بزرگتره، یعنی از یه جایی به بعد بزرگتره نتیجه بگید. خب بگید که مثلا خیلی خب این برای n بزرگ، چون حد این بالایی این نسبت میشه چقدر؟ میشه 2 دیگه، درسته؟ میتونید بگید که مثلا حدش an تقسیم بر bn قطعا بزرگتر از 1ه، که 1 هم خودش یه عدد ثابته، در 1 رو در نظر بگیرید، این برای n به اندازه کافی بزرگ، برای n مثلا از یه مرحله به بعد، درسته؟ و حالا بگید که چون bn واگره است، نتیجه میگیریم که اینم واگره است. ها؟ bn مجموع bn واگره است. این سری هارمونیکی که دفعه پیش صحبت کردیم، یک تقسیم بر n به توان p برای p کوچکتر یا مساوی 1 واگره بود. بنابراین نتیجه میگیریم چون مثلا مجموع یک انوم واگراست، این نیز واگره. در واقع شما اصلا میتونید الان یه حکم کلی در نظرتون باشه، اگه یه چند جمله تقسیم بر یه چند جمله بس به n داشته باشین، تنها چیزی که اهمیت داره اختلاف توانای اصلی توانای بزرگ ایناست. با همین استدلال شما همیشه اختلاف اینا رو در نظر بگیرید، رفتار مثل اختلاف اونا میشه، نسبت بگیرید. مثلا اگه این باشه n 15 این باشه n 18 اختلافش میشه 3، یک تقسیم بر n 3 همگرا میشه، میتونید ثابت کنید این همگراست. خب حالا این به هر حال از این چیزا، حالا یه چیز دیگه رو بگیم که آزمون نسبته، اون آزمون نسبت یه کلمه مقایسه توش نیست، اون یه کمی مهمتره. دو تا چیز داریم به نام آزمون نسبت و آزمون ریشه. این دوتا رو با هم میگم. چرا؟ چون که گفتم بهتون باید یادتون باشه همیشه سری هندسی و سری پی اینا چیزایی هستند که در واقع مدل همند،
از این دوتا هر دوتا آزمون از روی سری هندسی ساخته شده. حالا به صورت که میخوام بهتون بگم اینجا هم باز هر کدوم اینها صورت‌های متعددی داره، ولی باید ایدهش توجه داشته باشید، بهش میتونید در جاهای مختلف صورت مناسبش رو به کار ببرید. این آزمون نسبت، آزمون ریشه، هر توش در چی در واقع از کجا شروع میشه؟ ببین اساس اینا سری هندسیه. شما سری هندسی رو نگاه کنید بهش. این سری هندسی مونه دیگه. البته همه رو میتونید در یه عام ضرب بکنید، فرقی نداره، همه در یه چیز ثابت ضرب شدن، آ به علاوه آ آر به علاوه آ آر بکنید، ولی اساسش همینه دیگه، اون که یه چیز ثابته. خب ببینید اینجا چی تعیین کننده بود؟ چیزی که تعیین کننده بود این عدد آر بود. اگه قدر مطلق آر کوچکتر از یک بود همگرا میشد، اگه قدر مطلق آر بزرگتر یا مساوی یک بود واگرا میشد. پس چیز در واقع نقطه بحرانی آر مساوی یک، درسته؟ این برای آر قدر مطلق آر کوچکتر از یک همگراست، برای قدر مطلق آر بزرگتر یا مساوی یک واگراست. خب حالا میگن این آر رو شما دو جور میتونید بهش نگاه بکنید. دو تا به دو نحو اینجا خودشو متجلی میکنه. چجوری؟ ببینید مثلا این جمله اول اسمشو بذارید آ صفر، جمله دوم بذارید آ یک، اینو بذارید آ دو، اینو بذارید آ سه، بعدی همینطور آ چهار و غیره. اگه به صورت میتونید به صورت نسبت بهش نگاه کنید، میتونید بگید که خب من هر جمله n به علاوه یکمم تقسیم بر جمله nمم میشه چی؟ میشه همون r که چیز تعیین کننده است. این یه نگاه به آره. یه نگاه دیگه به آر اینه که اگه جمله اندیس n در نظر بگیرید، آ n را که از آر به توان n ریشه nمش رو بگیرید میشه آر. پس میتونید بگید که شاید چیزی که تعیین کننده باشه به طور کلی نسبت جمله n به علاوه یکم به جمله nm باشه، یا ریشه nm جمله nm. شاید این به طور کلی بتونه نتیجه به ما بده، اقلا در مقایسه با سری هندسی، و هر دوتاش نتیجه میده. منتها باید حواستون باشه. چجوری باید حواستون باشه؟ یعنی این نقطه مساوی یک یک کمی حساس میشه، ولی اکیدن بزرگتر از یک یا اکیدن کوچکتر از یکش جواب بوده. حالا چجوری؟ حالا دقیقا واسه تون بینویسم. پس فرض کنید دوباره یه سری دارید و این سریمون هم میگیریم غیر منفی. دوباره ما اینجا همش داریم صحبت از سریایی میکنیم که جملات، تا حالا همه آزمونایی که داشتیم مثل جملات غیر منفی بوده، حواستون باشه. پس یه سری داریم این از یه جایی به بعد، حالا هر جایی میخواد باشه، که همه اینها بزرگتر یا مساوی صفر. حالا باز دوباره اینو به صورت‌های مختلف میشه نوشت، ولی بذارید یه صورت آزمون نسبت رو بنویسم براتون. احتمالا تو خود همین کتابم صورت دیگرش هم گفته شده، یادم نیست. جای دیگه هم نگاه بکنید صورت مختلف، ولی همه ایده یکیه. توجه داشته باشید که ایده چیه. ببینید اینو میشه گفت، میشه گفتش که اگر یه سری که دارید نسبت ها، این نسبت همیشه کوچکتر یا مساوی یه عددی باشه که خود اون عدد کوچکتر از یکه، همیشه وقت سری همگراست. آزمون نسبت یه صورتش این میشه، اگر آر خودش یه عددی کوچکتر از یک باشه و آن به علاوه یک تقسیم بر آن هم همواره کوچکتر یا مساوی آر بشه، برای این هایی که از یه مرحله به بعدن، آنگاه سری همگرا است.
و عکس این برای واگرایی این میشه که اگر این نبه کاملا عکس این نیست ولی یه همیشه یه جای بحرانی اون وسط هستش که حالتهای سخته، اونا رو نمیشه به راحتی رو جوش حکم کرد، اونا رو باید حالت خاص بررسی کرد. اگر این نسبت بزرگتر یا مساوی یک بشه از یه جای به بعد، برای اینجا حتی مساوی هم داریم، برای این از یه مرحله به بعد سری واگرا میشه. این یه شکل آزمون نسبته. حالا اشاره به شکلهای دیگرش هم خواهیم کرد، فقط میخوام ایدهشو بفهمین چیه، ایدهشو بفهمین چیه. خودتون میتونین 5-6 جور تست دیگه بر اساس همین ایده بنویسید. ایده چیه؟ ایده مقایسه با سری هندسی. گفتم مدل اون اینجا سری هندسی. شما این نگاه کنید، این گفتیم که از یه جایی به بعد اینطوری میشه. از کجا به بعد؟ مثلا از وقتی n با این شروع بشه. خب پس مثلا داریم a n به علاوه یک n بزرگ تقسیم بر این کوچکتر یا مساوی آره. a n به علاوه دو تقسیم بر a n به علاوه یک کوچکتر یا مساوی، یعنی همه از اینجا به بعد همه هستن دیگه، درسته؟ همینطور یکی دیگه هم بنویسید، a n به علاوه سه تقسیم بر a n به علاوه دو هم باز کوچکتر یا مساوی آره، همینطور ادامه داره، درسته؟ خب اگه اینا رو طرف وسطی بکنید چی میگه؟ این میگه که a n به علاوه یک کوچکتر یا مساوی a n ضرب در آره. این میگه a n به علاوه دو کوچکتر یا مساوی a n به علاوه یک ضرب در آره، ولی خود این آینه به علاوه یک کوچکتر یا مساوی آینه ضرب در آره، پس این میشه کوچکتر یا مساوی آینه ضرب در آر دو، قبوله؟ بعدش چی؟ بعدش میشه آینه به علاوه سه کوچکتر یا مساوی آینه به علاوه دوی ضرب در آره، ولی آینه به علاوه دو خودش کوچکتر آینه ضرب در آر دوه، پس این میشه کوچکتر از چی؟ کوچکتر یا مساوی آینه ضرب در آر سه. خب همینطور ادامه پیدا میکنه. پس کلن چجوری میشه؟ کلن اینطوری میشه که خب اگه مثلا به این یک کای اضافه بکنید، یعنی کای دفعه این عمل رو انجام بدید، چه میشه؟ سه دفعه که انجام شد آر سه، هم کلن برید جلو میشه کوچکتر یا مساوی آ این ضرب در چی؟ آر به توان کا، درسته؟ خیلی خب، حالا شما این میگه که شما اگه بخواید مقایسه بکنید اینا رو از یه جای به بعد چه میشه؟ مثلا شما بیاید آن به علاوه آن به علاوه یک به علاوه آن به علاوه دو این سری رو بخواید مقایسه بکنید، با چی مقایسه میکنید؟ این شده این که خود آنه، این یکی آن ضرب در آره، این یکی آن ضرب در آر دو کوچکتر از اینه، درسته؟ به همین ترتیب ادامه میدیم. خب این سری یه آن ثابت ازش بیاری فاکتور بگیری، سری هندسیه، همگراست، درسته؟ این همگراست برای آر کوچیک. شما گفتیم یه عدد کوچک اکیدن کوچکتر از یک، درسته؟ خیلی خب، اگه برای عدد آر اکیدن کوچکتر از یک این درست بشه، این که همگراست، این هم که کوچکتر یه مساوی اینه، این هم پس همگرا میشه. ایده همینه. خب حالا اینو به صورتهای مختلف هم می‌نویسن. مثلا میگن که اگر این حد وجود داشته، حد نسبت ها، و اون حد کوچکتر از اکیدن کوچکتر از یک بود، همگراست. خب اگه حد وجود داشته باشه اکیدن کوچکتر از یک باشه، بین اون حد و یکی عددی میگیریم مثل آر، پس این برقرار میشه. حالت خاص اینه. اگه حد هم وجود نداشته باشه باز میتونه همگرا باشه، اگه این برقرار میتونه نوسانه کوچیک هم داشته باشه باز هم همگرا باشه. لازم از این ور حتی ساده تره.
اگه این نسبت ها از یه جایی به بعد بشن یک یا بزرگتر از یک، حتما واگرا میشه. چرا؟ به دلیل اینکه اون شرط لازم همگرایی دیگه احراز نمیشه که باید جمله نمونه به صفر میل بکنه. ببینید چی میشه؟ اگه این برقرار بشه معنیش چیه؟ معنیش اینه که خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که خب مثلا از یه مرحله به بعد فرض کنید که این معنیش اینه که آن به علاوه یک بزرگتر یا مساوی آن دیگه، درسته؟ البته ما وقتی این نسبت‌ها رو در نظر می‌گیریم من بهتره بگم که اینا اکیداً مثبتن، چون اگه یکیشون صفر بشه که اصلا این نسبت معنی نداره. بهتر بود من اینا اکیداً مثبت رو می‌ذاشتم که خب فرض کنید اینا اکیداً مثبتن همه‌شون. خب این از این بزرگتره. خب بعداً گفتم از اینجا به بعد هم همین رابطه برقراره. پس آن به علاوه دو هم از این بزرگتره. درسته؟ پس آن به علاوه سه هم از این بزرگتره. خب اگه اینجوری باشه حد آن ها مسلماً نمیتونه بشه صفر. وقتی این ملو چون اگه حد بخواد بشه صفر از یه مرحله به بعد نباید، یعنی هر اپسیلون بگیم بعد از اون کوچیک‌تر بشه، ولی اینا همیشه محکم بالا سر آن موندن. درسته؟ پس شرط لازم همگرایی اصلا برقرار نیست. شرط لازم همگرایی برقرار نیست. خب این رو هم باز میتونن از جورای دیگه بیان کنن. گاهی وقتا میگن اگه این حد وجود داشته باشد و اکیداً بزرگتر از یک باشد مثلا، یا حالا به انواع واریاسیون های روی میشه زد، بعضیش هم تو کتاب هست نگاه کنید، ولی ایده همینه، یعنی مقایسه با. یه مثال از این بزنیم قبل از اینکه بریم به ریشه، چون اونم یه مثال هست. من میخوام از راه های متعدد بهتون بگم، چون این تقریبا مهمترین سری دنیاست بعد از سری های هندسی و په که دیدیم. این سری رو در نظر بله لازم بود اصلا آ رو تعریف کنیم. چی رو؟ نسبت اصلا بگیم آری وجود داره کوچیک‌تر از یک، بگیم نسبت کوچیک‌تر از یک. آه چرا دقیقاً همین اشتباهی مواظب باشید. نه چون این نسبت ها میتونه کوچیک‌تر از یک باشه ولی به دلخواه نزدیک یک بشه کار خراب بشه. ببین مسئله اینجاست که ما این کارهایی که کردیم همش در اومد بعدن پاک کردم دیگه، مقایسه کردیم با سری آر به توان ان. اگه یه آر ثابتی نباشه شما نمیتونید با یه سری هندسی مجموع آر به توان ان مقایسه بکنید، باید اکیداً کوچکتر از یک بشه. آره این درست نیست. حالا مثال خیلی راحت هم میتونید همون سری پ رو در نظر بگیرید. شما سری پ مثلا یک تقسیم ان به علاوه یک رو مقایسه بکنید با یک انوم، نسبت اینا همیشه کوچکتر از یکه ولی واگرا میشه. باید خیلی حواستون باشه یه وقت نگی که این نسبت همه کوچکتر از یکه. بنابراین مشکل اینا باید نه تنها کوچکتر از یک باشه بلکه باید از یه حدی نزدیکتر به یک نشه از یه جایی بود. خب این سری رو در نظر کنید. مثلا فرض کنید که x یه عدد مثبت داده شده است. x عدد مثبت داده شده. بیاید این سری رو در نظر بگیرید. مجموع x به توان n تقسیم بر n فاکتوریل n از صفر تا بی‌نهایت. البته یه قراردادی هست که صفر فاکتوریل رو میذارن یک. پس جمله اولمون میشه یک هستن، چون x به توان صفر میشه یک، جمله میشه یک تقسیم بر یک میشه یک. خب این سری فرض کنید x یه عدد مثبت. خب اینجا آزمون مثبت آزمون نسبت من میتونم به کار ببرم. جمله n به علاوه یک، جمله اندیس n به علاوه یک تقسیم بر جمله اندیس n چی میشه؟
چون ایکس من مثبت گرفتم همه این جملات مثبتن هم، پس اینا در قلم روی به کار بردن آزمون نسبت هست. این میشه چی؟ جمله n به علاوه 1 هست ایکس به توان n به علاوه 1 تقسیم بر n به علاوه 1 فاکتوریل، این هم هست ایکس n تقسیم بر n ببخشید فاکتوریل فاکتوریل، این نسبت میشه چی؟ میشه ایکس تقسیم بر n به علاوه 1، درسته؟ چون n فاکتوریل با این میره یه n به علاوه 1 میره. خب حالا ما میخوام بگیم این نسبت ها، آیا این نسبت ها از یه عددی که خودش کوچکتر از 1 همیشه کوچکتر میمونن؟ بله، چون که اصلا این یه ایکس ثابت به شما بدن این اصلا میل میکنه به صفر، هر اپسیلون شما کوچکتر از 1 بگیرین بعد از یه جایی از اون کوچکتر میشه، درست؟ برای هر آری که در نظر بگیرید کوچکتر از 1 این نسبت پس از یه n مناسبی کوچکتر از r می شود. در واقع یه چیز خیلی قوی تری برقراره، در واقع حد بالایی اصلا هست صفره، حد این صفره، چه برسه به اینکه کوچکتر از 1 باشه وقتی علمه. ببین ایکس ثابت ها، ایکس یه عددی به شما دادن از اول ثابته، بنابراین اون تغییر نمیکنه، اینه که میره به بیناردی میشه سه، پس همگرا میشه، پس سری همگرا. اینو داشته باشین چون من بعد میخوام از راه دیگه هم باید بررسیش کنم. خب این یه سری که همگرا. حالا بزن ببینیم اون یه شق دیگه جریان چی میشه. یه شق دیگه جریان این بود که آر رو یه دیدگاه دیگه بهش داشته باشیم و اونی که آر رو بگیریم فرض کنیم ریشه انوم جمله اندیس انه. حالا از قضا این هم یه آزمون میده خیلی شبیه به اون و حتی قوی تر، یعنی قوی تر به این مفهوم که مواردی هست پیش میاد که این رو میشه به هر موردی که اون رو بشه به کار برد، این هم آزمون جدیدی که میگیم میشه به کار برد، ولی مواردی هست که اینو میشه به کار برد اونو نمیشه به کار برد، ولی معمولا آسان‌تره به کار بردن چون ریشه انوم گرفتن گاهی وقتا محاسبش سخت‌تره تا نسبت حساب کردن. ولی حالا میگیم چیه؟ خیلی شبیه به همون قبلی، یه مقایسه با سری هندسیش دوباره یا کنیم. سوالی بود؟ بله. چیه؟ هیچ. یعنی چی؟ یعنی بگه چرا آزمون های مختلف داری؟ ببین آزمون ها هر کدومشون یه قلمروی به کارگیری داره. گفته الان مثالایی هست که تو حالا تو تمریناتون هم هست، مثالی که نمیشه با این آزمونی که الان گفتیم نتیجه گرفت. ببین حالاتی هستش که در هیچ دو حال، ببین آزمونی که ما دادیم همه حالات نمیپوشوند، حالات بینابینی هست، اونا سخته واقعا. ببین ممکنه این نسبت ها همیشه کوچکتر از یه آری نشه که کوچکتر از یکه، ولی سری همگرا بشه. حالا آره دیگه، آزمون‌های مختلف اینا با هم قلمرو به کارگیریش مساوی نیست، یه جایی رو با هم هر دو تا به کار میان، یه جایی هست یکیش به کار میاد یکی به کار نمیاد، یه جایی هست یکی مثلا الان اینا رو که مقایسه میکنیم این قوی تر از اینه به نوعی، یعنی هر گفتم هر جای این بتونه به کار بیاد این تو تمرد نه اینم میتونه به کار بیاد، منتها ممکنه به کار گرفتنش آسون نباشه، ریشه اینو بررسی کردن ممکنه خیلی سخت بشه ولی این خیلی آسون میشه. حالا نه، نکته دیگه هم اینه که همه اینا حالا بعد اینا ببین اینا ابتدایی ترین آزمون هست، اینا همهشون توی حتی تئوریمون به کار میان، توی قضیه همون که بخوام به کار، چیزای خیلی پیچیده تر هست که یعنی قاطع تره ولی بیانش اصلا مشکله به کارگیریش هم.
خب اینو بیاد نگاه کنیم بهش چیه، این جریانش چیه. ببین اینجا آرمون دوباره گفتیم که اگه کوچیک‌تر از یک باشه، حالا این آزمون ریشه اینو میگه، میگه که اگر فرض کن اینطوری بشه، فرض کنید باز دوباره این اون یه عدد کوچکتر از یک هست با این ویژگی، چه ویژگی؟ این ویژگی که ریشه انوم آن همواره کوچکتر یا مساوی آر بشه از یه جایی به بعد، برای این بعد از یه مرحله، آنگاه سری همگرا است، سری آن، البته سری آن. خب یعنی اگه این سری آنی که دارید همه هم غیر منفی هن، اینجا آن هاتون میتونن صفر هم بشن چون دیگه با نسبت کاری نداره. اگه سری آن ها طوری باشه که اون که اندسش انریشه انومش همیشه کوچکتر از یه عدد خاصی باشه که اون عدد خودش کوچکتر از یکه، واسه سری همگرا میشه. این دیگه مقایسهش حتی ساده تره. چرا؟ ببین اول قسمت همگراشو بگم بعدن واگراشو. چرا آسون تره؟ واسه اینکه ببین اگه این کوچکتر از این باشه آن چقدر میشه؟ کوچکتر یا مساوی آر به توان ان میشه دیگه. درسته؟ برای چی؟ برای این بعد از یه مرحله. خب این نشون میده که از یه مرحله به بعد شما اگه بخواید مقایسه بکنید همواره اینا کوچکتر از اینا، اونم که سری هندسیه، پس در مقایسه با سری هندسی چی میشه؟ همگرا میشه. درسته؟ پس در مقایسه با سری هندسی نتیجه میده که همگرا میشه. خب در مورد واگرایش چی میتونیم بگی؟ در مورد واگرایش میشه این حرف رو زد، میشه گفتش که اگر، حالا خیلی حرف ها میشه زد ولی یکی از حرف هایی که میشه زد اینه که اگر ریشه انوم آن بشه بزرگتر یا مساوی یک برای بی نهایت اندیس این، سریه این واگراست. خب چرا؟ برای اینکه ببین اگه ریشه انوم آن بزرگتر از یک بشه خود آن هم چی میشه؟ بزرگتر یا مساوی یک میشه برای بی نهایت ان، برای بی نهایت اندیس ان. خب اگه اینطوری بشه قطعاً جمله نمونه میل نمیکنه به صفر، چون که اگه جمله نمونه میل بکنه به صفر یعنی چی؟ یعنی که بعد از یه مرحله شما میتونید همه آینه رو کمتر از اپسیلون بکنید، ولی این میگه که اینا بی نهایت توشون هستن که از یک بزرگتر میمونن، بزرگتر یا مثلا یک میمونن، پس نمیتونه به صفر میل بکنه، پس حتما واگرا میشه. درسته؟ حالا البته گفتم اینا خیلی مهمه شما این مسائل حل بکنید، یعنی اینجا توی این قسمت تمرین ها واقعا مهمه، هر چی تمرین بیشتر حل کنید دستتون بازتر میشه. بذارید همین مثال قبلی رو از این راه نگاه کنیم بهش. بله بله، اینجا خب گفتم که از یه جایی به بعد مثلا آ اندیس ان بزرگ کوچکتر از آر ان بزرگ، آ اندیس ان به علاوه یک کوچکتر آر ان به علاوه یک، خب اونا رو یه آر به توان ان ازش فاکتور بگیرید، آن بزرگ فاکتور بگیرید همون میشه سی یک به علاوه آر به علاوه. درسته؟ آر هم ثابت. خب بذارید دوباره همون مثال قبل از این رو هم بررسی کنیم. پس x یه عدد بزرگتر از صفر داده شده است، من میخوام از این راه بررسی کنم ببینم که x به توان n تقسیم بر n فاکتوریل n از صفر تا بی نهایت همگرا هست یا نیست. خب معمولا گفتم این یه کمی دشوارتر در میاد، باید ریشه انوم چی رو در نظر بگیرید؟ ریشه انوم x به توان n تقسیم بر n فاکتوریل.
خب این چی میشه؟ این میشه صورت میشه x، مخرج میشه ریشه انوم n فاکتوریه. n میل بکنه به بی نهایت. حالا اینو ممکنه یادتون نیاد چی میشه. ببین چون اینجا از یه طرف این داره بزرگ میشه، از یه طرف داریم یه ریشه بالاتری ازش میگیریم، این کدوم زورش میرسه چی میشه؟ خب ممکنه اون حد دفعه پیش یادتون بیاد. اون حد دفعه پیش من گفتم چون خیلی جا به درد میخوره. یادتون باشه ما دفعه پیش یه حدی ثابت کردیم، این حد خیلی مفیدیه. ثابت کردیم که حد، یعنی یه جوری فهمیدیم ریشه انوم ان فاکتوریال چجوری رفتار میکنه. فهمیدیم که حد نسبت این به این وقتی که ان میل میکنه به بی نهایت میشد یک ایوم. خب اون یه جوری میتونید تو اینجا جاش بدید. ببین مثلا صورت ضرب کنید در ان، اینو اینجوری بنویسید، بعد اینو بنویسید x انوم. یعنی من یه بار در n ضرب کردم، یه بار بر n تقسیم کردم. حالا میتونید در مورد حد این چی بگید، حدش چی میشه؟ خب n که بره به بی نهایت، این میل میکنه به چی؟ میل میکنه به e، چون عکس این میل میکنه به یک ایوم. n که میل بکنه به بی نهایت، این میل میکنه x یه چیز ثابت داده شده، این میل میکنه به چی؟ صفر. درسته؟ پس این میل میکنه به یه ضرب در صفر، یعنی به میل میکنه به صفر. خب اگه حد این بشه صفر، قطعا برای انهای بزرگ از یک کوچکتره دیگه، از هر عدد کوچکتر از یک بگیره کوچکتره، پس دوباره همگرا میشه. بعضی خیلی وقتا اساسا حد اینا وجود داره، اگه حدش وجود داره شما نگاه میکنید این حد کوچکتر از یک هست یا نیست دیگه، من خیالتون را. خب پس اینم داشته باشید. حالا میشه گفت تقریبا من فکر کنم تمام این چیزهایی که من راجع به چیزهایی با مثبت میخواستم بگم تقریبا تموم شده. حالا چیزهای کلی تر رو بگیم که از این نتیجه میشه. راجع به این سوال، به این آزموناتون در واقع چیزهاییست که باید بلد بشین دیگه، همش باید بلد بشین. یعنی آزمون انتگرال خب یه چیز متفاوت بود، بقیه چیزها یه جوری مقایسه با سری هندسی بود در واقع، یا مقایسه با سریای دیگه‌ای که در موردش اطلاع داریم. ولی آزمون نسبت و آزمون ریشه چیزاییست که در واقع معمولا اینقدر به کار میاد که معمولا همه بلد. حالا چرا ما در مورد سریایی که غیر مثبت صحبت نکردیم؟ یه دلیلش اینه که حالا توضیح میدم. یه درجه خب سخت‌تره، یعنی به طور کلی نمیشه چیزی گفت به اون راحتی. ولی حالا یه دلیل دیگرش هم اینه، اگه این فرض کنید یه سری باشه کلی، یه سری از اعداد حتی میشه مختلط به فرق نداره، مختلط یا حقیقش هم زیاد فرق نداره. حالا من اصلا میخوام بعضی بعد حالا می نویسم مختلف، ولی بیشتر چیزا رو حالت مختلف تو کتاب ثابت کردیم. من حقیقش در نظر میگم چون اینجا بیشتر حالت حقیقه، یعنی صورت چه می نویسم حالت کلیش، ولی حقیقش رو بیشتر بهتون میگم. پس یه سری دیم. اینو میگیم که همگرای مطلق است، این سری را همگرای مطلق می نامیم، یا میگیم به طور مطلق همگرا است، در صورتی که این سری قدر مطلق ها همگرا باشه. اگه سری قدر مطلقاش همگرا باشه میگیم همگرا مطلق. خب این مسلمه این ادبیات این رو الغا میکنه که این باید یه جوری سخت‌تر از اون باشه دیگه. اگه مطلقه یعنی واقعا یه ذره بیشتر از اون باید باشه. خب هست یا نیست؟ هست. نکته اینه که اگه یه سری همگرای مطلق باشه، یعنی یه سری قدر مطلق ها یه چیز همگرا باشن، خودش هم همگرا میشه. پس نکته اصلی کلمه همگرای مطلق اینه.
نکته این است که همگرایی مطلق نتیجه میدهد همگرایی ساده را. خب چرا؟ مثلا شما نگاه کنید، فرض کنید که اینا عدد حقیقی، اگه عدد حقیقی باشه که خیلی راحت میشه دید. چرا؟ ببین اگه مثلا CN باشه عدد حقیقی، هر CNی باشه حقیقی، ببین من همین حالت رو بگم، وقت کلیش هم اشاره میکنم تست کتاب نگاه. ببین اگه من CN رو جمع بکنم با قدر مطلق CN، این چی میشه؟ خب این بستگی داره به این که CN مثبت باشه یا منفی. دیگه اگه منفی باشه این میشه صفر، اگه مثبت باشه میشه دو برابر CN. درسته؟ پس این میشه گفت همیشه بزرگتر یا مساوی صفر، کوچکتر یا مساوی دو برابر قدر مطلق CN. این که همیشه درسته، قبول داریم؟ خب حالا بیاید یه مقایسه بکنیم. اینا همه اینا، این قطعا بزرگتر یا مساوی صفر، اینم که بزرگتر یا مساوی صفر. خب حالا اگه قدر سری قدر مطلق سی اینا همگرا باشه، دو برابرش هم همگرا میشه دو برابر همون حد دیگه، درسته؟ خب این میگه که این سری بزرگه که دو برابر این باشه، این همگراست. اگه همگرا مطلق باشه این همگراست دیگه. خب اینی هم که از اون کوچیکتره و مثبته، طبق اون آزمون مقایسه که دفعه پیش داشتیم، اینم باید چی بشه؟ همگرا بشه دیگه. پس این سری که جمله نمونش هست سی ان به علاوه قدر مطلق سی ان، این هم همگرا میشه، درسته؟ خب اما ما داشتیم که اگه دوتا سری همگرا باشن، مجموع تفاضلش هم جملات متناظر هم همگرا میشد دیگه، درسته؟ پس اگر این سری رو در نظر بگیریم که جملات نمونش، جمله نمونش رو تو کروشه میذارم، یکیش هست سی ان به علاوه سی ان، یکی دیگرش هست قدر مطلق سی ان، این رو از هم کم بکنم چی میشه؟ همگرا میشه دیگه، چون این ضرب در عدد منهای یک کرده، این همگرا میشه، مجموع دو تا سری همگرا همگرا میشه. ولی جمله نمونه این چیه؟ قدر مطلق سی ان با جمله با قدر مطلق سی ان میره، این میشه همگرا، درسته؟ پس همگرایی مطلق نتیجه میده همگرایی به مفهوم عادی رو. حالا برای مختلط یه ذره پیچیده تره، برای ایده مختلط، ولی کلا ایدهش ساده است. برای مختلط هست تو کتاب نگاه میکنین، کاری که میکنیم اینه که سی ان رو مینویسیم آن به علاوه آی بی ان، بعد برای مختلط ها یه دنباله، یه تون از دنباله مختلط میل میکرد به یه عدد مختلط، یه قسمت های حقیقی میل میکرد به حقیقی، موهومی میل میکرد به موهومی. اینجا هم دو جدا میکنیم، دو قسمت نتیجه میشه، چیز سخت نیست، فقط باید نوشت. بله، وقتی چی باشه؟ خب حالا اون چیه؟ دو تا اونا دو تا سری اعداد غیر منفی بودن. نه اصلا اون ربطی به این نداره دیگه. اون اولا اون سری ما واسه چیزای غیر منفی مطرح کردیم. حالا چی میخوام بگیم؟ نه این حرفی که درست نیست. آخه چجوری میتونیم از چی استناد چی؟ اولا که اون مطلب رو که ما ثابت کردیم اکیداً استفاده کردیم از اینکه دو تا سری مثبتن غیر منفی هم. اینجا سی ان ممکنه نباشه. ها؟ استفاده کردیم وقتی ثابت کردم من. ثانیا این نسبتش از یه عدد آری که کوچکتر از یک باشه هم نمیتونه بگیم کمتره. اون یه آره بود که مثبت بود و کوچکتر از یک، اصلا ربطی به این نداره.
آه داریم برمیگردیم اونجا. خب این چیه؟ ببین شما یکی نمیتونیم بگی که چون هر سری در نظر بگیریم که جمله نمونهش میل میکنه به صفر، یعنی شرط لازم رو داشته باشه، جملات از یه جایی بعد کوچکتر از یک میشن. نه این داره میگه که ببین ریشه این، ببین یه فرقی هست، یعنی یه طرف ما از یه طرفش استفاده کردیم، ولی ببین مسئله اینجوریه، این که هر جمله نمونش کوچکتر از مثلا فرض کن آری بشه که کوچکتر از یکه که دلیل نمیشه. همه اینا ممکنه مثلا فرض کن آری دومه، خب همه اینا اگه باشن یه دوم همگرا نمیشه که، یک دوم به علاوه یه دوم به علاوه یه دوم به علاوه یه دوم به علاوه یه دوم به علاوه همگرا نمیشه. ببین شما توجه بکن که بعدا مقایسه میکردی با این، شما میخواستی بگی جمله انومش از جمله انوم این کوچیکتره. نه حالا بذار ببین. خب حالا ببینی این یه مطلب در مورد سری های کلی، این فقط به ما میگی که اگه سری اون منهاشو بکنید مثبت و همگرا شد با منهاش هم همگراست، یعنی یه سری که مثبت و همگراست بعد به طور رندوم بعضی مثبتش بکنید منفی حتما همگرا میشه. این نتیجهش، یه نتیجهش اینه دیگه. ولی حالا بهتر از این چی میتونید بگید؟ ببین مسئله اینجاست که بعضی وقتا یه سری همگرای مطلق نیست ولی همگرا میشه. حالا یه مثال خیلی خوب بزن. نه گفتم محدود، به هر کدومش خواستیم محدود کن. به طور هر دفعه هر ضریبش در نظر بگیرید، شیر خط بندازید، تصمیم بگیرید که مثبت بشه یا منفی. بازم منفی می‌کنید چون میشه منهای قبلی. خب حالا نگاه کنید، ولی این دلیل نشد. چون مثلا این سری اینه در نظر بگیرید، این نمونه خیلی بارزشه، این سری هارمونیک. ما دو دلیل آوردیم دفعه پیش چرا واگرا است، ولی از قضا معلوم میشه که اگه بعضی مثلا یکی در میون اینا رو مثبت منفی بکنین همگرا میشه. بنابراین اون آزمون قبلی ما نتیجه نمیده چون همگرای مطلق نیست قبلا اگه بعضی علاماتش منفی بکنیم. حالا اصلا یه آزمون دیگه میخوام بگیم به نام آزمون لایبنیتز، این معروف ترین آزمونه برای چیزایی که مثبت و منفی هر دوتا رو دارن. خب این چی میگه؟ میگه یه دنباله اعداد بگیری که مثلا مثبت باشه و تدریجا کوچیک میشن، یه همچین وضعیت که طوری که حد آن بشه صفر. یه دنباله اعداد بگیرید که میل میکنه بس، بعد بیاید یکی در میون مثبت منفیش بکنید. اینو در نظر بگیرید، آ صفر منهای آ یک، من مثلا آ صفرم بگیرم فرقی نداره، هر جایی بخواید یه جایی شروع کنید. خلاص مثلا آ صفر منهای آ یک به علاوه آ دو منهای آ سه، یکی در میون مثبت و منفی. یعنی در واقع میتونید بگید سری این سری، سری منهای یک به توان n a n، اینو در نظر بگیر، n از صفر تا بی‌نهایت. بنابراین به ازای n های زوج میشه با علامت مثبت n های فرد به سر علامت منفی یا برعکس ها هر کدوم. بعد میگه که این سری همگراست حتما.
خب این جالبه. حالا باز ایده اینه ببینین چیه، خودتون میتونین روش بی نهایت آزمون دیگه بسازین. حالا مثلا دو تاش اینجوری بشه، چهار تاش اینطوری بشه. حالا ایده چیه؟ خب اولین چیزی که یادم بود اصلا همگرایی یعنی چی؟ خب همگرایی چی بود اصلا؟ همگرایی این بود که یادت هست ما میامدیم مجموعه جزئی رو در نظر میگرفتیم، یعنی از نقطه شروع میامدیم تا جمله اندیس N جمع میکردیم، میشد SN، اینو میشد بعد یه دنباله SN به دست میامد، میگفتیم اگه این دنباله همگرا شد میگیم همگراست، درسته؟ پس ما SN رو میگیریم چی؟ SN رو میگیریم مجموع جملات تا مرحله N-م، یعنی مثلا A0 منهای A1 به علاوه A2 فلان تا منهای 1 به توان N AN، این SN ماست، این به مجموع جزئی بهش میگفتیم، درسته؟ همگرایی سری به چه معنی بود؟ همگرایی سری به معنای همگرایی دنباله اس انه. این اصلا تعریفمون بود، میگفتیم یه سری همگراست اگه اس ان ها میل میکردن به یه حد، یعنی با انباشتن جملات جدید شما به یه حدی نزدیک میشید. خب یه اس ان های یه همچین سری رو ما بررسی کنیم. بهترین چیز اینه که هندسی بهش نگاه کنید. ببین بذار من یه خط حقیقه دراز بکشم اینجا، مثلا این مثلا خط حقیقه. ببین S0, S1, S2, S3 اینا رو کجا قرار میگیرن؟ اگه یه نگاه بکنیم به این بلافاصله میفهمید چجوری باید ثابت کنیم. آره ببین مثلا S0 چیه؟ S0 یعنی فقط جمله A0، درسته؟ این مثلا S0، این همون جمله A0. اس بهتره من اون بر بکشمش چون اولی رو مثبت گرفتم، باشه این بر. این باشه اس صفر، همون جمله آ صفر. اس یک چی میشه؟ اس یک هست آ صفر منهای آ یک، درسته؟ پس به اندازه آ یک باید ازش کم بکنید، به اندازه آ یک ازش کم بکنید. حالا من مقیاسم رو خیلی بزرگ کشیدم که بتونم نشون بدم. این اس یکه، پس هست آ صفر منهای آ یک، یعنی یک به اندازه آ یک از اون کم کرد. حالا S2 چی میشه؟ این دفعه باید یه چیز مثبت بشه اضافه کنید، A2 باید بشه اضافه کنید، ولی چقدر اضافه میکنید؟ میرسید به این یا نه؟ نمیرسید، چون که این دنباله داره هی کوچیک میشه، بنابراین وقتی میرین طرف راست میرین جلو ولی نمیرسید به اینجا، یکم کمتر میاد تو اینجا، S2 میاد اینجا، بعدن آثار رو ازش کم کنیم. حالا آثاری که ازش کم بکنیم میرسیم تا اینجا یا نه؟ نه، چون که این فاصله به اندازه آ2 بود، مقداری که باید برگردیم آثار هم کمتر از آ1که، پس S3 میاد طرف راست S1، درست؟ خب بعدن باز یه چیزی اضافه میکنیم به از این اختلاف کمتر، اون چیزی که اضافه میکنیم S4 میاد اینجا، S5 میاد اینجا، همینطور یکی در میون یه اتفاق داره اینجا میفته، این فاصله داره تنگتر و تنگتر میشه، به نظر میاد که باید به یه جای میل کنه. حالا علی حالا باز واقعا معلوم نیست، حالا بذار استدلال کنم، شاید میاد اینجا بین اینا همیشه یه اختلافی میمونه ثابت. حالا نه اینطور نمیشه، اون علتش این است که این حد آینه میل میکنه به صفر، اون اختلاف میل میکنه، اون تضمین میکنه که اینا میرسه به یه جای. حالا بذار رسما بنویسیم از تعریف حد و این چیزا. بله ایدهشه که فهمیدین چیه. بنابراین اگه با یه سریایی برخوردی که جملات مثلا تغییر میکرد علامتش، ببینیم یه همچین بازی میشه کرد یا نه، این شاید بشه. حالا نتایجی هم میگیریم از این که خوبه. ببین مثلا بیاد یا به زوجاش نگاه کنید یا به فرداش، هر کدوم. مثلا فرض کنید بیایم به فردا نگاه بکنیم، به جملات فرد نگاه بکنیم، مثلا S2N به علاوه
اس دو کای و علاوه یک کار نگاه بکنید، این میشه یه دنباله سعودی. چرا این میشه دنباله سعودی؟ یعنی از مثلا S1 میریم به S3 میریم به S5 به S7 اینا همیشه اضافه میشه. چرا اضافه میشه؟ به خاطر اینکه وقتی شما تا مثلا کای منهای یک آمدین، بعدن باید چی اضافه کنی؟ آدوکار اضافه بکنی، منهای آدوکای به علاوه یک. و چون این قدر مطلقه کوچیک میشه آدوکا، مثلا جمله بعدی این چیه؟ جمله بعدی این هست S2K به علاوه 3، درسته؟ که این هست S2K به علاوه 1 به علاوه A2K به علاوه 2 منهای A2K به علاوه 3، درسته؟ این عدد مثبته، چون که یه مثبت یه منفی، این از این قدر مطلقش کمتره، پس هر دفعه اینا داره اضافه میشه، پس یه دنباله سعودی. خب اما این دنباله سعودی هیچ وقت که نمیتونه از S0 رد بشه، یعنی کران بالا داره. بنابراین دوباره اصل تمامیت به ما میگه که این باید چی داشته باشه. اگه دنباله سعودی داشته باشه، یکی کران بالا داشته باشه، حتما میل میکنه به کوچکترین کران بالاییش، درسته؟ این حد بالایی یه کران بالایی S0 داره، کران بالایی مانند S0 دارد، پس به کوچکترین کران بالایی خودش میل میکنه. اسمشه بذاریم مثلا S. خب پس یه چیزی فهمیدیم، این فردها دارن میان به یه S میل میکنن، ما هدفمون اینه که بگیم زوجان به همین میل میکنن، درسته؟ خب ولی این خیلی ساده است، به دلیل اینکه ببین شما به اینجا که رسیدید اختلاف S با زوجها رو در نظر بگیرید چقدره؟ اختلاف خود مثلا یه S2K به علاوه 1 این با زوج بعدیش چقدره؟ زوج بعدیش اینه دیگه، این A2K این میشه چقدر؟ باید به این چیکار کنی؟ چی اضافه کنی که بشه این A2K به علاوه 2؟ یه منها هم گذاشتیم، حالا میشه در قدر مطلق اگه بخوام بگیریم میشه قدر مطلق، یعنی میشه A2K به علاوه 2، درسته؟ خب بنابراین این مجموعه فرد که میگیریم با مجموعه زوج متناظرشون دارن به هم چی میشن؟ خودشون هم نزدیک میشه، بنابراین خیلی راحت میشه دو تا اپسیلون دوم گرفتید که اینا چی میشن؟ به هم نزدیک میشن که نوشته. پس این واقعا هم زوجا میاد دوباره به اینا نزدیک میشه، به این دلیل اینکه این حد صفر. پس کلا آزمون لایبنیتس یه چیز خیلی جالبی است. ببین همینجا هم شما یه چیزی میتونین بفهمید که اتفاقا میاد یه توی همگرایی اینه پاک نکنم، یه چیز دیگه ای هم که معلوم میشه اینه که شما میتونید تخمین بزنید خطاتون رو. اگه مثلا مجموع سری رو بخواید تخمین بزنید حد اکثر خطا چقدر؟ مثلا بذار این سوال رو مطرح بکنم، اگر مثلا SN را به عنوان تخمین تقریبی مجموع سری مجموع منها یک به توان N ضرب در AN در نظر بگیریم، خطا در چه حدودی است مثلا؟ یعنی مثلا میخوام یه حد بالایی برای خطا بگم، یعنی این که مثلا این مجموع اسمش رو بذارید S، کل مجموعه S منهای SN چقدر میتونه باشه؟ ببین باز همون شکلی پاک کردن نگاه بکنید، این SN است، حالا میتونه زوج باشه یا فرد، فرض کنید فرده مثلا، یکی میاد جلو اینجا S، اگه این S مثلا این SN فرد باشه، SN زوج بعدیش میشه دیگه، SN به علاوه 1 باید چقدر به این اضافه بکنید؟
آن به علاوه یک اضافه بکنید تو بیاد اینجا مثلا بشه اس ان به علاوه یک. پس اینی که بین ایناست از آن به علاوه یک بیشتر نمیتونه باشه، چون باید بین اینا باشه دیگه. قدر متهم که نمیخوام آن به علاوه. پس این هم شما همیشه میتونید داشته باشید. یادتون باشه اگه تا جمله انوم جمع بزنید، خطایی که حادث میشه از آن به علاوه یک بیشتر نمیتونه باشه. حالا اینکه این بیشتر بشه یا کمتر بشه، منفی یا مثبت بشه، بسته این داره که این زوج بشه یا فرد بشه. شما از زوج شروع کردین یا از فرد شروع کردین؟ در واقع عکسش هیچ نظری نمیشود، یعنی اون همگرا باشه، بازایی یکی در میونه وقتی همگرا نه دیگه، چون که باز مثل خود سری هارمونیک نگاه کنید. البته چی میخوام بگیم، مثل خود سری هارمونیک در نظر بگیرید، جمله نمونه اختلاف اس ان و اس ان به علاوه یک کوچیک میشه. ولی نه مقصودتون دقیقاً چیه؟ اگه مثلا بگیم دقیقاً یه چیزی همگرا بعد چنین چیز، یعنی چی؟ همین جمله که وجود داره. این یا این؟ نه پایینی. خب این همگراست. اما چی؟ در مورد خود مثبتش نمیتونیم چند ذری بدیم، یعنی همه جملات جمع بشه. نه دیگه، همین گفتم سریش هارمونی که دارم همین در نظر بگیرید، نمیتونیم بگیرید. مثلا همین ببین، یک منهای دوم برای سوم منهای چهارم اون همگرا میشه طبقه آزمون لایبنیتز، ولی خود این که همگرا نیست. یعنی همیشه اون همیشه نه 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 دیگه، میشه ممکنه بشه ممکن نشه. این اتفاقا اینو بکنید، یک منهای دوم برای یه سوم منهای یک چهار، اینو میبینیم به زودی میشه لگاریتم دو، میشه ال ان دو در واقع. ولی حالا پس این یه چیزی به هر حال در مورد این سریای متناوب به اصطلاح. شما همین روی این ایده به اصطلاح این که راست و چپ میرید و خلاصه یه چیزی اون واسه گیر میکنه، حد میشه، روی میتونید مانوف بدین باز چیزهای دیگه بسازید به طور کلی. خب سوالی هست راجب اینا؟ ما البته راجب اینا ببینید، مثلا اینا رو ما چند تا چیزش خواهیم دید. مثال خیلی مهمه شما ببینید، من اینا رو گفتم ولی باید واقعا یه سری ناآشنا میبینید اولش معلوم نیست چی کار باید باش کرد، با کدوم آزمون باید رفت. اینا رو فقط با در واقع یه مقدار تجربه دستتون روان میشه تو این چیزا. برای خیلی مهمه که شما این مسائل رو نگاه کنی. حتما در واقع هر یکی از مجموعه زوج کدوم نه فرد میرفت به طرف با هر کدوم از مجموعه زوج کرانه بالا میشد براش. مثلا حتی قبلیاشو که در نظر بگیرین که واضحه، چون از هر کدوم کم کردیم رسیدیم به هر کدومشو بگیرین کردن بالا میشد. آره از این استفاده کردیم، چون که ما هر دفعه نمیتونستیم از این استفاده کردیم که اینا نزولی میشد، نه از اینکه حدش صفر میشه. چون ممکن بود که ببینید اگه اختلاف، اگه جمله نمونه هم به صفر نمیرفت ولی جملات به تدریج قدر مطلقش کوچیک میشد، باز میتونستیم این کارو بکنیم. ممکن اگه جمله نمونه به صفر نمیرفت، این مثلا فردا میل میتونست بکنه به یه چیزی، زوجا میل بکنه به یه چیز دیگه که برابر نباشن. ولی اینکه جمله نمونه به صفر میل میکرد باعث شد که حد دو طرف به یه جا برسه. بنابراین این که کرانه بالا داره حاصل اینه که جملات نزولی هست، دنباله آن نزول. بله نه دیگه، ما گفتیم چرا. ببین اصفر همون جمله مثبت اول به آصفر ما بود، بعد یه گام که میرفتیم جلو این باید ازش آیک رو کم کنیم که یه عدد مثبت بود، بنابراین میامد طرف چپ. بعدن گفتیم بهش باید آدو رو اضافه کنیم، ولی چون آدو خودش از آیک کوچیک‌تر بود، این مقداری که آمدیم به طرف چپ، حالا که میریم به طرف راست
دیگه اونقدر نباید بریم به طرف راست، کمتر باید بریم به طرف راست. بنابراین S2 میومد پایین‌تر از S0 قرار می‌گرفت. بعد از اینکه کم می‌کنیم چی کم می‌کنیم؟ بنظر A3 کم می‌کنیم. A3 کمتر از A2ه. پس از این کمتر باید کم بکنیم. بنابراین وقتی میایم طرف چپ نمی‌رسیم به این. S3 میاد این ورتر. به این دلیل این فردا ادامه بده این استدلال. این فردا میرن به طرف راست، زوجه میان به طرف چپ. این بوده و همیشه اون اولیا از همه چی دورتر بودن دیگه، بعد میاد جلو. خیلی خوب، این در واقع مقدمه بود، این سریای عددی، برای اینکه ما وارد اصل مطلب بشیم. حالا اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب سریای تابعی. اون چیه جریان؟ ببینید در واقع یه چیز جالب اینجاست که وقتی این حساب دیفرانسیل انتگرال درست شد، واقعا یکی از اولین کارها این بود که یه تعمیم دو جمله‌ای رو پیدا کرد نیوتن به صورتی که وقتی توان عدد صحیح نباشه، یعنی عدد صحیح مثبت نباشه. و سری که چیزی که پیدا کرد این بود که دیگه این چند یه مثلا n به علاوه یک جمله نمیشه. شما وقتی داشته باشید مثلا i به علاوه b به توان n، اینو بلدی حساب بکنید دیگه، میشه a n به علاوه مجموعش میشه مجموع مثلا n k، درسته؟ a به توان k، b به توان n منهای k، تعداد جملات هستیم n به علاوه یکیه، k از صفر میره تا n به علاوه تا n، درسته؟ خب حالا یه چیز مهم این بود که حالا اگه این عدد صحیح مثبت نباشه چی میشه؟ خب این واقعا اینه که واقعا یکی از کشفای اولیش بود. و اون این بود، گفتش که خب اگر x این ثابت کرد، گفت اگه x عدد پس کنید که اینا یکی مساوی نباشن، اونی که بزرگتره فاکتور گرفت و برد بیرون، مثلا باشه به توان آلفا، اون آ به توان آلفا، پس که آ بزرگتره، آ رو به توان آلفا رو آورد بیرون، میشه یک به علاوه به آلف به آم به توان به آم کوچکتر از یک. بنابراین این یه همچین چیزی رو حساب کرد برای هر آلفایی، این اینو پیدا کرد چی میشه. و چیزی که پیدا کرد اینه که اگر آلفا عدد صحیح مثبت نباشه، این به جای اینکه یه مجموعه متناهی بشه یه سری میشه، یه سری به عرض به ایکس میشه که خیلی شبیه همون سری دو جمله‌ایه و که به دستش خواهیم آورد، بهش میگن سری دو جمله ای. ولی حالا سوالی که پیش اومد این بود که خب چه چیزهایی رو میشه اینجوری نوشت. در واقع چون خیلی بحث بود راجع به مبانی کل این علم، همش متزلزل بود یه جوری، چون خیلی دقیق و منطقی نمیتونستن باش برخورد بکنن، یه آقای لاگرانژ اومد و گفتش که اصلا ما تابعی که میگیم مقصودمون چیزیست که مثل چند جمله یه منتها تعداد جملات بی نهایته ولی همگراست. به ازای ایکسایی که همگراست ما میگیم که این یعنی تابع. یعنی اومد گفت ما چیزایی رو در نظر میگیریم به این شکل، یه ثابت به علاوه یه ثابت ضرب در ایکس، به علاوه یه ثابت ضرب در ایکس دو، به علاوه یه ثابت ضرب در ایکس سه، همینطور. منتها خب میفهمیدن که این ممکنه به ازای یه ایکسی همگرا نشه. گوه ما به ازای ایکسایی که همگرا میشه در نظر میگیریم، میگیم این تعریف تابعمون است. و چون وقت بعدا گفت این تابعه رو میشه بی نهایت بار مشتقشون گرفت و فلان یه حرفا و خیلی چیز خواص ثابت کرد. خب به یه چنین چیزی البته لازم نبود ایکس باشه ها، میتونست مثلا باشه ایکس منهای یه چیز ثابتی، مثلا باشه آ صفر به علاوه مثلا آ یک ایکس منهای آ. یادتون از چند جمله یارو گاهی وقت ما بس میدادیم به جایی که برای حول ایکس بس بدیم، حول ایکس منهای آ بس میدادیم، واسه مشتقگیری راحت‌تر بود در نقطه آ. همین کارو کرد در واقع، مثلا آ دو ایکس منهای آ به توان دو و غیره. و ببینید ایده خیلی قشنگی بود، ایدهش این بود که ببینید میگه مثل بست اعداد، شما اعداد رو یه راه جهانی دارین که مثلا همه اعداد کار میکنه، چیه؟ بست اعشاری.
بسته اشعاری که میدین یه شباهتی به این داره نداره؟ بسته اشعاری سری دیگه مگه نیست؟ بسته اشعاری مگه این نیست؟ بسته اشعاری مگه نیست آ صفر به علاوه آ یک دهمه به علاوه آ دو صدومه و غیره؟ خب اینو میشه اینجوری نوشت دیگه. مثلا این شما ببین به جای ایکس منهای آ تو ده داریم در واقع، ده به توان منهای یک داریم، یعنی اون ایکس منهای آیی که اونجا داره متناظر میشه با یک دهم، به ده به توان منهای یک، شبیه دیگه نیست؟ یعنی همینطور که ما اعداد میتونیم یه راه کلی داشته باشیم برای نمایشش، که مثلا تاوهایی که ما تو حساب دیفرانسیل انتگرال میخوام باش کار بکنیم همهشون رو میخوام به این شکل بگیریم. البته بعدا معلوم شد که این راه خیلی کلی نیست، ولی خب خیلی تابع هستن که میشه از این به این طریق بیان کرد. یعنی یه جوری مثل پایه اعشاری براشون در نظر گرفت. خب هم یه چنین چیزی رو بهش میگن سری توانی. اصلا بتونیم بنویسیم سری توانی، مثلا سری توانی حول آ یا به مرکز آ یا در نقطه آ، همه این چیزها رو میگن سری توانی حول آ. یعنی یه چنین چیزی آ صفر به علاوه، بخواهم مثلا سی به کار، حرف دیگه به کار برم، سی صفر، چون اینا مختلطش هم اینن درسته، سی یک ایکس منهای آ به علاوه سی دو ایکس منهای آ به توان دو و غیره. یا اینجوری هم می‌نویسن مجموع سی ان ایکس منهای آ به توان ان، ان از صفر تا بی نهایت. یه چنین چیزی رو بهش میگیم یه سری توانی حول آ. نقطتونه که عوض میکنین بسینه که پایه عدد نویسیتون رو عوض بکنین. شما اگه اینجا بستتون رو برس به پایه دو بنویسید، به جای ده به توان ان دو به توان ان دارین. خیلی بنابراین شباهت ها خیلی جالب. سری هندسی هم یه حالات خاصی میشه. آتونه مثلا بگیرید، حالا لازم نیست بگیرید صفرم، چون اونم به طور کلی درسته دیگه. در مورد سری هندسی همه سی ها رو برابر بگیرید، همه رو بگیرید یک، مثلا میشه یک به علاوه ایکس منهای آ به علاوه ایکس منهای آ به توان دو به علاوه ایکس منهای آ به توان سه و غیره. که در مورد سری هندسی میدونیم وقتی قدر مطلق ایکس منهای آ کمتر از یک باشه همگرا میشه. وگرنه بله ما نمیخوام بگیم، ما این تعریف رو نمیگیریم، ما اون تعریف رو گرفت. بله ها نه اون گفت ببین بحث بود که آخه چی بالاخره به چه چیزی میخوام بگیم تابع، چون تابع و رابطه و این چیزا همه مخدو تو هم بود، یعنی تعریفای خیلی دقیق از این چیزا وجود نداشت. مردم میدونن چیکار میخوام بکنن، متا نمیتونن دقیق بیان بکنن اون عناصر کاریشونو. خب این گفت آقا من میخوام وقتی من میگم تابع مقصودم یه چیزی است که بشه به صورت یه سری نوشت و این در یه دامنه همگرا باشه. حالا در واقع مشخص کرد که این دامنه هم چه شکلی باشه. این دامنه هم خیلی پرت نمیتونه باشه، ولی حالا میبینیم حتی خیلی قشنگه این دامنه، یه تقارن خیلی خوبی داره. حالا منتها حالا ما امروز مفهوم تابع خیلی کلی تر از اون میگیریم. یه تابعایی که این شکلی هن به اینا گفت تابعای آنالیزی، منطقه کلمه آنالیتیک با تحلیل معنی تحلیلم داره دیگه، ترجمه شده به تحلیلی تو فارسی، ولی در واقع تو ذهن اون بود که تابع آنالیزی، مخصوص آنالیتیک معنی آنالیزی، ولی ها ما میگیم بهش تابع تحلیلی تو فارسی. حالا تابعایی که بشه اینجوری نوشت بهش میگیم تابع تحلیلی، و همه تابع نیستن، ولی بعضی هست. خوشبختانه بیشتر تابعای مفید هستن. خب حالا ببینید چه جوریه جریان. حالا یکی از عجایب خلقت این است که این سری شما ظاهرش این ذرایه بهتون دلخواهه، ولی دلخواه نمیشن. یعنی ما هر وقتی یه سری بنویسیم اگه این مجموعش بشه یه تابع،
حتما اینطوری میشه که مثلا ضریب جمله انو میشه مشتق انومه اون تابع در نقطه آ تقسیم بر ان فاکتوریل، یعنی حتما میشه سری تیلور. آه. حالا این جالبیش اینه، البته اینو الان فوری ثابت نمیکنیم ولی بعدا ثابت میکنیم با فرض یه چیزایی، ولی یکی از چیزای جالبی که در میاد از این اینه. حالا بعدا ثابت میشه، بعدا ثابت میشود که اگر سری توانی به مثلا تابعی اف میل کند، یعنی مجموعش بشه یه تابعی، مقصود اینه که سری میل کند یعنی یه تابعی بشه، سی این در میاد مشتق انوم تابع اف در نقطه آ تقسیم بر ان فاکتور، که اون وقت به این میگن سری تیلور تابع اف. یعنی در واقع تنها سری های توانی سری های تیلور هم تنها اونایی که تنها سری تیلوری که همگرا میشن. بنابراین یه خیلی چیزه عجیبی هست اینجا رخ میده. حالا اینا رو میخوام بررسی کنیم، خیلی هم جالب. ببینید اولین چیز اینه که بفهمیم اتفاقا ببینید این از چیزهای مواردی است که کل تئوریش تو دامنه اعداد مختلط آسان‌تر از حقیقیه، چون که اتفاقاتی میفته که چون آدم در دامنه اعداد حقیقی نمیبینه چه اتفاقی داره میفته تو صفحه مختلط، به نظرش خیلی عجیب غریب میاد، ولی اگه موانعی که اونجا تو صفحه مختلط وجود داره ببینه خیلی به نظرش طبیعیه. حالا کاری نداریم، ولی بذاریم من مثلا یه چیزی به اول بگم. اولا تعیین بکنیم که یه چنین سری اصلا کی میتونه همگرا باشه، یعنی اون ایکسایی که به ازاش همگراست میتونه مثلا یه شکل ایکسای خیلی پراکنده باشن تو اعداد حقیقی یا نه. اینجوری نیست، یه مجموعه همیشه خیلی جمع جوره، یعنی همیشه یه باز است، تو اعداد مختلف همیشه یه دایره است، داخل یه دایره. دلیلش الان بهتون میگم، خیلی دلیلش هم ساده است. اصلا بذاریم